به شدت افسرده شده بود، اما علت آن را نه پیری خود و نه حجاب سیاهی که از میان آن به سختی قادر به تشخیص اشیا بود می دانست، بلکه علت را چیز دیگری می دانست که قادر به تشخیص درست آن نبود و آن را تلویحاً گذر تدریجی زمان فرض می کرد. علناً می دید که روزها به سرعت برق و باد می گذرند. می گفت گذشت روزها و سالها دیگر مثل قدیم نیست. با خود می اندیشید که در گذشته چقدر طول می کشید تا بچه ها بزرگ شوند. زمانی که پسر بزرگش خوزار کدیو به همراه گولی ها رفته، تا زمانی که همچون یک مار با نقش و نگار فراوان بازگشت، همچون عمری گذشته بود. حوادث را یکی پس از دیگری به خاطر می آورد. اتفاقاتی که پیش از آن کامران دوار کادیو زبان سرخ پوستان را فراموش کرده و اسپانیایی یاد بگیرند در خانه رخ داده بود. خوزار کادیو با اندیای بیچاره که سالها هواهای خوب و بد را در زیر درخت بلوط تأمل کرده بود، آن همه اشکی که بر مزار او ریختند، روزی که سرهنگ آورلیانو با اندیا را در حال مرگ به خانه آوردند، در حالی که پس از آن همه زجر و شکنجه ناشی از جنگ، آن هم موقعی که هنوز 50 سال هم نداشت، همه همچون قرنی گذشته بودند.